ممکنه ده ها واحد مسکونی خالی در سطح شهر نگه داره و هیچ کس هم سراغش نره. شهرداری تهران در دست یک معمار. پیروز حناچی برای مشکلات قدیمی چه نقشه تازه‌ای دارد؟ ارمغان مرگبار جنگ جهانی اول برای ایرانیان. شایوع آنفولانزای اسپانیایی که از روسیه به ایران آمد. و تلاش برای حفاظت از محیط زیست با کمک لباس‌های قدیمی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. تهران کلان شهری 9 میلیونی با هوایی آلوده و ترافیکی قفل کننده در انتظار شهردار جدید است. پایتختی که بعد از 12 سال مدیریت محمد باقر قالیباف وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شده. با آمدن 3 شهردار و سرپرست کمتر از 2 سال. ولی در نهایت به نظر می‌آید که شورای شهر تصمیم خود را گرفت و با اختلاف 1 رأی پیروز حناچی را بر عباس آخوندی ترجیح داد. به این ترتیب پیروز حناچی برای تکیه زدن بر کرسی شهرداری در ساختمان بهشت فقط به تایید وزارت کشور نیاز دارد، ولی بر عهده گرفتن مسئولیت در تهران پرچالش میتواند همین ساختمان نه چندان مجلل را جهنمی برای شهردار کند. شهرداری که باید در کشاکش درگیری‌های نهادهای مختلف و جناح‌های درگیر سنگ زیرین آسیاب باشد. جزئیات بیشتر از شیدا هوشمندی. این شهر در کمتر از 2 سال 3 شهردار به خود دیده، اتفاقی که نشانه روشن بحران مدیریت در پایتخت است. حالا با تمام حواشی و جنجال‌های پیرامون شهرداری تهران، مدیری تازه نفس قرار است سرنوشت دخل و خرج و توسعه تهران را در دست بگیرد. نتیجه آراء اعضای محترم شورای شهر تهران برای انتصاب شهردار تهران، جناب آقای حناچی 11 رأی، جناب آقای آخوندی 10 رأی، پس بنابراین جناب آقای حناچی به عنوان شهردار تهران انتخاب شدند. جناب آقای حناچی تبریک می‌گویم. پیروز حناچی، مردی که در رقابت با رئیس پیشین خود عباس آخوندی با اختلاف 1 رأی به عنوان شهردار انتخاب شد. آقای حناچی شهرسازی و معماری خوانده. او پیش از این معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران و معاونت شهرسازی وزارت راه را بر عهده داشته. کارنامه پیروز حناچی در سازمان میراث فرهنگی و علاقه شخصی او به مرمت ابنیه تاریخی خبر خوبی برای کسانی است که نگران فروش پایتخت و تخریب اصالت تهران هستند. شعار پیروز حناچی تبدیل تهران به شهری برای هم است. اما برخی دیدگاه‌های او ممکن است بخشی از جامعه را از این قاعده مستثنا کند. چرا یک نفر ممکنه ده ها واحد مسکونی خالی در سطح شهر نگه داره و هیچ کس هم سراغش نره؟ دولت و حاکمیت حد اکثر برای واحد اول میتونه معافیت ایجاد بکنه. این روزها عمر کاری شهردارهای پایتخت کوتاه شده. جدایی از محمد باقر قالیباف که سالها پشت میز شهرداری تهران نشست، شهردار پیشین تهران محمد علی نجفی کمتر از 1 سال در سمت خود ماند. چند هفته پیش از استعفا، حضور آقای نجفی در مراسمی به مناسبت روز زن بهانه‌ای برای حمله رسانه‌های نزدیک به نیروهای نظامی ایران به او شد. نکته آن که شهردار تهران در مناسبات و حکمرانی در ایران یک سمت سیاسی است و حتی در انتخاب شهردار جدید هم ملاحظات سیاسی تعیین کننده بوده. جدای از اثرگذاری سیاسی شهرداری تهران، قدرت اقتصادی این پست هم آن را ویژه کرده. شهرداری تهران شهری را مدیریت می‌کند که 25% از اقتصاد کل کشور سهم دارد. بودجه شهرداری تهران هم بیش از 17500 میلیارد تومان است. یعنی رقمی حدود 2 برابر بودجه وزارت راه و شهرسازی. شهرداری می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری، جذب سرمایه بخش خصوصی و تسهیل و تشویق کارآفرینی نقش بزرگی در توسعه اقتصادی شهر تهران و در نهایت در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. از منظر اقتصادی، شهرداری تهران هم تسهیل کننده فعالیت‌های اقتصادی در شهر است و هم دولتی محلی است که با گرفتن عوارض می‌تواند پروژه‌های عمرانی مختلفی را به اجرا بگذارد.
به رغم برخورداری شهرداری از این قدرت اقتصادی، تهران سالهاست با مشکلات عمیقی مانند آلودگی هوا، ترافیک و بافت‌های فرسوده و ساخت و ساز ناایمن روبروست. حالا تهرانی‌ها می‌پرسند نسخه شهردار جدید برای بهبود حال وخیم تهران چیست؟ یکی از مهمترین چالش‌های شهردار جدید اصلاح الگوی دخل و خرج شهرداری است. بسیاری از اصلاحات در مدیریت شهر تهران هم از همین مسیر می‌گذرد. ساختار کسب درآمد شهرداری به نحوی است که سهمی بیش از 75% آن از درآمدهای ناپایدار مانند تراکم فروشی تامین می‌شود، روشی که به شهر فروشی مشهور شده. به خاطر روش درآمدزایی که این سازمان پیش گرفته، کفه هزینه و درآمدش توازن ندارد. شهرداری تهران سالانه برای هر شهروند تهرانی به طور متوسط 2,000,000 تومان هزینه می کند، اما به ازای هر نفر با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 592,000 تومان درآمد کسب می کند. ما بقیه هزینه عمدتاً از محل فروش تراکم و سایر درآمدهای ناپایدار تامین می شود. به این ترتیب از هر سو که به چالش‌های مدیریت پایتخت نگاه کنیم، اصلاح ساختار درآمد مهم‌ترین چالش است. حال پرسش اینجاست که آیا شهردار جدید می‌تواند مسیر اقتصادی این سازمان را تغییر دهد یا خیر؟ شیدا هوشمندی، BBC. فردی که در ایران به سلطان سکه معروف شده بود اعدام شد. وحید مظلومین 56 سال داشت و به گفته کسانی که از نزدیک او را می شناختن بیش از 3 دهه در بازار تهران معامله سکه و طلا می کرده. محمد اسماعیل قاسمی، یکی دیگر از متهمان این پرونده، هم هفته گذشته اعدام شده. سازمان عفو بین الملل گفته ایران بار دیگر به شکلی بی‌شرمانه نشان داده که برای زندگی انسان‌ها ارزشی قائل نیست. مهرزاد کهنروز نگاهی کرده به 4 دهه سیاست ارعاب و اعدام برای مقابله با مجرمان اقتصادی. برخورد با عامل یا عاملان نابسامانی اقتصادی در ایران عمری دارد به درازای حیات جمهوری اسلامی. حکومت ایران با آخرین رئیس بانک مرکزی قبل از انقلاب هم مدارا نکرد. یوسف خوشکیش، اتهام‌ها، نابسامانی بازار ارز، افزایش نرخ تورم، گستردگی فساد اقتصادی. آقای خوشکیش مرداد 59 اعدام شد. اواسط دهه 70 فاضل خداداد، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی، متهم به اختلاس 123 میلیارد تومانی. نخستین مجرم اقتصادی اعدام شده بعد از انقلاب، او با محسن رفیق دوست، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان در ارتباط بود. آقای خداداد آذر ماه سال 74 اعدام شد. شهرام جزایری، کارآفرین و فعال اقتصادی، اتهام تشکیل شرکت‌های سوری و دریافت وام و اعتبار از سیستم بانکی. آقای جزایری 11 سال زندان کشید. محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی، اتهام مشارکت در اختلاس 3000 میلیارد تومانی. او به کانادا گریخت. مهافرید امیر خسروی یا همان امیر منصور آریا، متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، او خرداد ماه سال 93 اعدام شد، 4 سال پیش. بابک زنجانی، مدیر عامل گروه سورینت، انتقال پول در دوره تحریم‌های قبلی، بدهی بیش از 2.5 میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی. حکم اعدام بالای سر آقای زنجانی است. حکم اجرا نشده، مقام ها هنوز دنبال نقد کردن بدهی هایش هستند. و وحید مظلومین، تاجر سکه و ارز، او به همراه محمد اسماعیل قاسمی 23 آبان ماه اعدام شد. این تصاویر لحظاتی پیش از اعدام این دو متهم خرید و فروش عمده سکه، محمد اسماعیل قاسمی و وحید مظلومین، یا به قول بعضی ها آقا وحید، معروف به سلطان سکه. اتهام افساد فلارز از طریق اخلال در نظام اقتصادی. شما وحید مظلومین هستید؟ بله آقا. این فیلم قوه قضاییه. من و وحید مثلا تو بگیم دو تا مشخص نیست این فیلم در چه شرایطی ضبط شده. عزت‌های زندگی رو باید ازش استفاده کنید. بروید و افتخار کنید که من را دستگیر کرده اید. بروید و بگویید که سلطان سکه و ارز را دستگیر کرده اید. اصلا نمیتونید. اگه میتونید تلاشتون رو بکنید. من وحید مظلومی ام. همه نشسته بودن منتظر بودن لبس بدن که من لبس بدم چجوری میشه بازار. دستگاه قضایی ایران میگوید آقای مظلومین 2 تن سکه، حدود 250 تا 300 هزار عدد معامله کرده بود تا از این راه سود کلانی ببرد. مقام های ایران میگویند آقای مظلومین
به خاطر بگفتی آنها در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم ساز از دیگر بازیگران جلوتر بوده. متخلفانی که زیاد خواهند و مرتکب جرم میشن از هر گروه و هر سبقه‌ای که باشن مورد تعقیب قرار میگیرن و دلیلش هم علاوه بر اجرای قانون مسئله امنیت برای جامعه است. برخورد با مفاسد موجب امن شدن جامعه است. سخنگوی قوه قضاییه هم پیشتر گفته بود بانک مرکزی با آقای مظلومین همکاری میکرده. وحید مظلومین در تیر ماه بازداشت شد، زمانی که قیمت تمام سکه طلا طرح جدید به بالای 3 میلیون تومان رسید، تقریبا 3 برابر زمان مشابه در سال قبل. سازمان عفو بین‌الملل امروز به تندی به اعدام این دو فعال اقتصادی واکنش نشان داد. به گفته این سازمان، ایران قوانین بین‌المللی را نقض کرده و بار دیگر به شکلی بی‌شرمانه نشان داده که برای زندگی انسان‌ها ارزشی قائل نیست. تنگنای اقتصادی در ایران جدی است. تلاطم بازار حتی دلار را به بالای 17000 تومان و سکه را به بیش از 5 میلیون تومان هم رساند، هرچند بعداً با دخالت دولت این قیمت‌ها فروکش کرد. خرید سکه و ارز در شرایط سخت اقتصادی ایران بازاری جذاب است، هم به عنوان محلی برای سرمایه گذاری و همراهی برای حفظ ارزش دارایی ها در برابر تورم، در دورانی که پول ملی تقریبا 70% ارزشش را از دست داده. تلاطمی در بازار پولی و مالی به دنبال خروج آمریکا از برجام، ایران منتظر پس لرزه‌های بیشتر، هرچند همزمان در تلاش است از ضربه های روانی تحریم های یک جانبه ای آمریکا بکاهد. مهرزاد کوهندوز، بی بی سی. نمایندگان زن در پارلمان های کشورهای مختلف در نشستی در لندن گفتند که هنوز تا برابری جنسیتی راه زیادی باقی مانده. زنانی از آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا در این گرد همایی شرکت کرده بودند. نیکی محجوب خبرنگار ما هم که آنجا بود میگوید جای نمایندگان زن مجلس ایران خالی بود. برای اولین بار ده ها زن نماینده مجلس از سراسر دنیا به پارلمان بریتانیا آمدند. هدف کنفرانس بررسی مسائل زنان و توانمندسازی آنان در حوزه سیاست و اقتصاد و دستیابی به برابری جنسیتی است. مسئله تحصیل دختران و کاهش خشونت علیه زنان از دیگر موضوعات کنفرانس زنان بود. به این امکان فکر کنید که ما بتونیم تمام زنها و دخترها رو توانمند کنیم. فکر کنید دنیا چه میتونه بکنه و ما چه کارهایی باید انجام بدیم. 25 میلیون سخت جنین در سال، 200 میلیون ختنه زنان و 63 میلیون دختر که امکان تحصیل ندارند. پس بگذارید خود را متعهد کنیم که نسل جدیدی از زنان به عنوان رهبران سیاسی و اجتماعی به خشونت علیه زنها پایان دهند و امکان تحصیل آنها را فراهم کنند. در 100 سالگرد اعطای حق رأی به زنان در بریتانیا، بیش از 100 زن سیاستمدار از سراسر دنیا به پارلمان بریتانیا آمدند تا در مورد موضوعات مختلف حوزه زنان بحث و تبادل نظر بکنند. هدف از این کنفرانس یک روزه توجه جهان به توانمندسازی زنانه که باید در اولویت قرار بگیره. زنان از کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در این کنفرانس شرکت کردند. یکی از مهمترین موضوعات و دغدغه‌های من به عنوان یک نماینده مجلس، تحصیلات برای دختران و زنان از ابتدایی تا پیش دانشگاهی است. گروهی از زنان جوان در نیوزلند، به ویژه زنان منطقه پاسیفیک، از امکان تحصیل محروم ماندند. در تلاشیم تا آنها امکان خواندن و نوشتن داشته و بتوانند به دوره پیش دانشگاهی بروند. زیمبابوه از دیگر کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس بود. باربارا راتسی، نماینده مجلس زیمبابوه، درباره تلاش‌های صورت گرفته برای تحصیل دختران می‌گوید: کودکان از زمان استقلال زیمبابوه رایگان تحصیل می‌کنند. دولت کار بسیار خوبی انجام داده و این یک سیاست است. هر کودکی باید آموزش ببینه. مانند هر کشور دیگری مشکلاتی برای تحصیل وجود داره. کودکانی هستن که به مدرسه نمیرن، اما دولت همه تلاشش رو کرده تا کودکان رو به مدرسه بفرسته. افغانستان از دیگر کشورهایی بود که در این نشست حضور داشت. هیله ارشاد، نماینده زن مجلس افغانستان، به این مسئله اشاره دارد که بحث مشکلات زنان بسته به منطقه و کشور مد نظر با یکدیگر تفاوت دارد.
در وطنی که جنگ است، در وطنی که 40 سال ما درگیر هستیم، مادرها حتی نمیفهمند که طفل خود وقت از خانه طرف مکتب روان میکنن اولاد خود دوباره زنده میتونن ببینن یا نه. پس همچه اگالات بر ما بحث مساوات حقوق زن بسیار زود است، اما با وجود از هم قانون اساسی افغانستان درج کرده که تسجیل کرده که حقوق زن بر مساوی است، اما به این صورت عملی نمیشه. سال هاست که زنان از کشورهای متفاوت در حوزه‌های مختلف در تلاشند تا موضوع توانمندسازی زنان را به یکی از اصلی ترین مسائل در کشورهایشان بدل کنند. کنفرانس زنان نمایندگان مجلس امیدوار است که مسئله توانمندسازی زنان در جهان در اولویت قرار بگیرد. نیکی محجوب، بی بی سی. در طول جنگ جهانی اول حدود 10 میلیون نظامی و 7 میلیون غیر نظامی کشته شدند، اما پایان جنگ باعث پایان تلفات نشد. بیماری همه‌گیر آنفولانزای اسپانیایی تقریبا سراسر دنیا را گرفت و بیش از 50 میلیون نفر را کشت. این بیماری تا 3 سال پس از پایان جنگ جهانی اول هنوز قربانی می‌گرفت. ایران به نسبت جمعیتش یکی از بالاترین تلفات را داشت. آناهیتا شمس نگاهی کرده به شیوع این بیماری در ایران. سال 1918، جنگ جهانی پایان یافته. دنیا از این جنگ 4 ساله خسته و از پا در آمده است. اما یک وحشت بزرگتر در راه است. ویروسی وحشتناک به سرعت تقریبا در تمام کشورهای دنیا منتشر می شود و بیش از 50 میلیون قربانی می گیرد. آنفلانزای اسپانیایی. این ویروس کشنده از آمریکا به سایر نقاط جهان سرایت کرد. اما سانسور اخبار در زمان جنگ باعث شد کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان از انتشار این خبر خودداری کنند. اما اسپانیا که در جنگ بی‌طرف بود، اولین بار وجود این ویروس کشنده را گزارش کرد. به همین دلیل این ویروس لقب اسپانیایی گرفت. جنگ یکی از مؤثرترین عوامل انتشار این بیماری به سراسر دنیا بود. جابجایی ارتش، سربازان و ملوانان و مهاجرین جنگ این ویروس رو از کشوری به کشور دیگه انتقال دادند. ایران نه تنها مستثنا نبود، بلکه یکی از بالاترین آمارهای مرگ بر اثر این بیماری را در دنیا داشت. خشکسالی و قحطی، وبا و اعتیاد در ایران بیداد می‌کرد. جنگ جهانی اول وضعیت را وخیم‌تر هم کرده بود. کشور محل کشمکش نیروهای اشغالگر بریتانیا و روسیه و دولت عثمانی بود. اولین موج آنفولانزای اسپانیایی که به ایران اومد و میشه گفت ضعیف هم بود، از روسیه وارد ایران شد، از شمال شرق و شمال غرب. موج دوم که چند ماه بعد بود، از طرف هند و سربازان هندی بریتانیایی وارد ایران شد و جنوب ایران را کاملا مبتلا کرد. در اون زمان ایران میزبان مهاجرین زیادی بود، مخصوصاً آسوری‌ها و ارمنی‌هایی که به ارومیه اومده بودند و به سمت مرکز ایران در حرکت بودند، این بیماری رو در سراسر ایران منتشر کردند. رسیدن بیماری در تهران همزمان با وزش‌های بادهای شدید بود و مردم پایتخت این آنفولانزا را ناخوشی باد نامیدند. وضعیت در بسیاری از شهرها و روستاها وخیم بود. گفته می شود کرمان بالاترین تلفات آنفولانزای اسپانیایی را داشته است. این بیماری در ابتدا شبیه آنفولانزای معمولی بود، تا زمانی که رنگ مبتلا به دلیل کمی اکسیژن رو به آبی شدن می گذاشت. این بیماری به طور عجیبی بیشتر افراد سالم و جوان را به کام مرگ می کشید. تعداد مرگ و میر در شهر شیراز خیلی بالا بوده و حتی فضایی برای دفن این کشته شدگان وجود نداشته. گفته شده که مردم بیچاره خودشون رو چهار دست و پا به مساجد میکشوندن تا حداقل جایی مقدس بمیرن تا اینکه در گوشه و خیابون و بدون مراسم مذهبی دفن بشن. یک جمله معروفی از فرمان فرما والی شیراز که گفته بوده نصف شیراز دارن به خاطر شیوع این بیماری تلف میشن. بنابراین این بیماری در جنوب ایران هم به خاطر جنگ و هم به خاطر مسائل دیگه قربانیان زیادی گرفت. بر اساس تحقیق‌ها و اسناد بازمانده، روستاها بیشترین تلفات را داشتند و محققان شرایط اجتماعی را مهمترین دلیل برای تلفات زیاد آنفولانزای اسپانیایی در ایران می‌دانند.
در روستاها تعداد مرگ و میر بیشتر بود، شاید به دلیل بیماری‌های از قبیل مالاریا و قحطی که تأثیر بیشتری روی این مناطق داشتند تا شهرهای بزرگتر. یکی از نمونه‌ها رو میشه در مناطق قشقایی دید. تعداد زیادی از ایل‌های قشقایی با بریتانیایی‌ها در جبهه عثمانی و آلمانی‌ها می‌جنگیدند و در جنوب ایران بر اثر شیوع این آنفولانزا کشته شدند. یک افسر بریتانیایی در خاطرات خودش نوشته که در حال رانندگی 4 قشقایی رو دید که کنار جاده شدیداً بیمار بودند و فردا که از اون راه برمیگشته جسد اون 4 نفر روی زمین مونده و کسی نبود که اونها رو دفن کنه. همه اینها نشان میده که در روستاها وضعیت وخیم‌تر بوده. ایران یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخی خود را در زمان جنگ جهانی اول می‌گذراند. فاجعه انسانی که در ذهن تاریخی مردم ایران نقش برجسته‌ای ندارد. قحطی و وبا و اعتیاد از یک طرف و آنفولانزای اسپانیایی از طرفی دیگر. کشور در اشغال نیروهای خارجی بود. دولت مرکزی هم هیچ کنترلی خارج از دیوارهای تهران به کشور نداشت. تعداد کشته شدگان آنفولانزای اسپانیایی در ایران بر پایه حدس و گمان است. برخی آن را 1 میلیون و عده دیگر بیش از 6 میلیون تخمین زدند. آناهیتا شمس، بی بی سی. صنعت مد و پوشاک یکی از 5 صنعت بسیار آلاینده در جهان است. در دنیایی که مد به سرعت عوض می شود و اعتیاد ما به خرید بیشتر، لباس های من می توانند عاملی مخرب برای محیط زیست باشند. استفاده از لباس های قدیمی شیک یا به اصطلاح وینتج یکی از راه های کاهش مصرف و برگرداندن این لباس ها به چرخه مصرف است. جزئیات بیشتر از شادی الهی. مرکز لندن، خیابون آکسفورد، بهترین جا برای خرید لباس. لباس‌های مد روز، برندهای مشهور و پرفروشی که هفته یک مجموعه جدید وارد بازار می‌کنند. ارزش صنعت مد در اقتصاد بریتانیا به 28 میلیارد پوند می‌رسه و برآورد شده که در 15 سال اخیر تولید لباس در بریتانیا دو برابر شده. اما هرچی بیشتر لباس می‌خریم، بیشتر دور می‌ریزیم. مثل اینکه خوش‌پوشی ما هزینه هنگفتی برای محیط زیست داره. این انباری متعلق به خیریه ترید در شمال لندن لباس‌ها رو تفکیک می‌کنه، اما تنها سر سوزنی از این همه لباس به فروشگاه‌های خیریه فرستاده میشه. 90% این لباس‌ها سر از تپه‌های دفن زباله در میارن. صنعت مد یکی از بزرگترین عناصر آلوده کننده محیط زیسته، در کنار مسکن، حمل و نقل و غذا. مد صنعتیه که خاک رو مسموم میکنه، رودخانه ها رو آلوده میکنه و موجب تولید حجم بسیار بالایی از دیوکسید کربن میشه. ممکنه بپرسین آدم چطور میتونه هم شیک باشه، هم به محیط زیست اهمیت بده، هم براش بصرفه. خب یه راه حل ساده اینه. اینجا پورتوبلو رود در غرب لندن، جایی که جمعه و شنبه شلوغ پلوغ، همه ریختن دارن خرید میکنن. چرا؟ چون پر از بوتیک ها و لباس فروشی های منحصر به فرده، لباس های تک با قیمتی ارزون. به همین دلیل کسانی که هم مد براشون مهمه و هم محیط زیست، به شدت به خرید لباس های وینتج یا قدیمی رو آوردن. لباس های متعلق به دوره خاص که نه تنها زیبا هستن، بلکه مصرف دوباره اونها به محیط زیست کمک میکنه. از اینکه یه چیزی رو بپوشم که هیچکی نداره لذت میبرم. هر جوری بخوام بپوشمش، با هر چیزی بخوام جورش کنم. میتونم لباسای دورهای مختلف رو با هم جور کنم. اینطوری هم با همه فرق میکنین، هم از دور انداختن لباسا جلوگیری میکنین. فروشندگان لباسای وینتج هم با انگیزه مشابه به این کار جذب شدن. سلام، شاد جان، حالت خوبه؟ برای نجات لباسای مرغوب که بله استفاده شدن، اما با لباسای دست دوم یک دنیا تفاوت دارن. لباس جدید میخوان سریع درست کنن، ارزون درست کنن، بفروشن به همه. کیفیتش خیلی پایینه. مثلا میرفتین توی سویرو که بهترین جای لباس درست کردن تو دنیا بوده سالها تو انگلیس، یه نفر میشینه روی صندلی از صبح تا شب، تو 3 روز، 4 روز، 5 روز، 1 هفته ممکنه طول بکشه، با دست با یه سوزن و نخ همه این کت شلوار رو برای آقا درست میکنه. فقط همون نفر، دکمه ها رو، همه رو، همه این سوراخ ها، سوراخ ها اینا رو همه رو با دست درست میکنن.
از فرق شما خودتون چطور شد اومدین وارد این کار شدین؟ به عنوان تجارت یعنی این کار رو انتخاب کردین؟ من این کار رو نمی کنم برای پول فقط. این کار رو می کنم اصلا اینه که میخوام نجات بدم این لباس ها رو. اگه بهتون میگم باورتون نمیشه، بعض وقتا ساعت 5 صبح من بلند میشم میرم تو این کارخونه هایی که لباس ریسایکل میکنن، یه ماشینی دارن اینجوری لباس ها اینجوری میره بالا، همه میره تو این ماشین، تیکی تیکه میشه که از دوباره بکننش دستمال و این چیزا. من میرم سریع بهشون زنگ میزنم میگم خواهش میکنم نذارین این چیزا برن اونجا، من میرم همه این چیزای قدیمی رو از تو اینا میکشم بیرون. چه تیپ آدمایی میان اینجا برای خرید؟ چه سنایی؟ چه بودجه ای دارن؟ والا 2-3 رقم آدمای مختلف، خیلی بیشتر. یه سری هستن که اصلا میان که از لباسای قدیمی استفاده کنن که الهام بگیرن. یه سری هم هستن واقعا میخوان کمک کنن به محیط زیست، مثل من که دوست دارم همه چیز برگرده. و خیلی هم هستن میخوان که فرق کنن به بقیه، چون که میخوان چیز پیدا کنن که تک باشه، که یعنی هیچ جا دیگه پیدا نشه. فکر میکنیم به منم بیاد از خیلی آره. اصلا من گفتم امروز برای شما یه چیز دارم، اینقدر این بهتون قشنگ. پس برای خوش لباس بودن لازم نیست خیلی پول دار باشیم، کافیه یه کمی خلاقیت داشته باشیم. خوبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.